هفته گذشته نمایندگان با کلیات طرحی موافقت کردند که معنای آن بازگشت کوپن به مناسبات اقتصادی کشور است. قرار است در صورت تصویب طرح یک کلیاتی تامین کالاهای اساسی از ابتدای مهر ماه تا پایان امسال 30000 میلیارد تومان اعتبار به 60 میلیون ایرانی پرداخت شود. به این ترتیب حساب 20 میلیون نفر از دهک‌های پایین جامعه ماهیانه به میزان 120 هزار تومان برای تامین کالاهای اساسی شارژ خواهد شد. برای 40 میلیون نفر از دهک‌های بالاتر هم همین رقم در نظر گرفته شده، با این تفاوت که نیمی از آن را دولت می‌پردازد و نیم دیگر را خودشان باید بپردازند. طراحان این طرح برای تامین این 30 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و همچنین افزایش واگذاری دارایی‌های دولت را پیش بینی کرده و معتقدند بار مالی برای دولت نخواهد داشت. آی دولت، شما 150 هزار تایی که میخوای یارانه به جای دیگه کمک بکنی، 115 هزار تا از این رو بیار برای کالای اساسی، یعنی جابجاییه، نه اضافه میکنه به سقف بودجه نه کم. اما بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هیچ کدام از این منابع در نظر گرفته شده قابلیت اجرایی ندارند، چرا که منابع مورد نظر طرح پیش از این مصرف شده و حتی با کسری نیز همراه است و منابع جدیدی هم برای آن تعریف نشده. معنای این اظهار نظر این است که اجرای این طرح در نهایت برای دولت بار مالی و تشدید کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت، آن هم در شرایطی که امسال دولت با بی‌سابقه ترین میزان کسری بودجه مواجه است. به نظر من اگر قرار کمکی بشه، کمک بشه روی بحث تسهیل واردات، کمک بشه روی بحث تسهیل صادرات، به این شکل اگر نگاه داشته باشن که ما بشینیم ساختارهای کالایی رو تعریف بکنیم که کمبود کالا رو که الان به وجود خواهد آمد و الان بعضی کالا هستش و در آینده شاهدش هستیم، اونها رو کاهش بدیم، کمک بیشتر هستش به مردم تا اینکه بگیم آقا شما بیان ما قیمت رو، شما یه قیمتی که امروز 100 تومان هست فردا بشه 1000 تومان، بعد 500 تومان دولت بخواد کمک کنه، چون یقین بدانید که موقعی که کمبود کالا اومد افزایش قیمت رو خواهیم داشت. کسی که تولید کننده هستش نمیتونه بیاد زیان بده و این توجیه نداره، یعنی هیچ کس هم نماینده‌های مجلس نمیتونن توجیه کنن که ما داریم کمک به مردم میکنیم، به این وسیله دارن آسیب به مردم میرسونن. به دلیل اثرات تورم‌زایی این طرح، چهارشنبه گذشته نمایندگان جزئیات آن را برای مشخص شدن محل تامین منابع به کمیسیون برنامه و بودجه بازگرداندند. اما آیا مجلس به یک طرح کارشناسانه در این باره خواهد رسید؟